دوستان عزیزم سلام، من مامان مری هستم، با یه آموزش جدید در خدمت شما هستم. اسم آموزش امروز ما هست میگو پفکی با دورچین سبزیجاتی مثل کدو و آرچ که اونها رو هم به صورت پفکی میخواییم آماده کنیم. همچنین در کنارش سس مخصوص میگو رو هم آماده کردم که خدمتتون آموزش میدم. کارمون رو با معرفی مواد اولیه شروع میکنیم. مواد لازم برای میگوی پفکی: 1 کیلو میگوی پاک کرده که بهتره از میگوهای سایز متوسط یا درشت انتخاب کنید. 2/3 لیوان آرد سفید، به میزان کافی روغن، 2 قاشق غذاخوری آب لیمو، 1 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق چایخوری پودر سیر، 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه و 1 قاشق مرباخوری نمک، 2 قاشق غذاخوری ماست، 1 قاشق کره، 1 عدد تخم مرغ، 1 عدد پیاز متوسط، 1 یا 2 حبه سیر و چند عدد قارچ. همچنین 1 کدوی اسلایس شده. برای شروع کارمون ابتدا پیازمون رو رنده می کنیم. آب پیاز رو از تفالش جدا می کنیم. ما برای اینکه بوی بد میگوها رو بگیریم به آب پیاز نیاز داریم. بنابراین پیاز رنده شده رو از یه صافی رد می کنم و آبش رو از تفاله هاش جدا می کنم. سپس یه حبه سیری که داشتیم اونم رنده می کنم و به این آب پیاز اضافه می کنم. همچنین یه مقدار کمی فلفل سیاه و یه کمی از پودر سیرامونو به این محلول اضافه می کنم. حالا میگوهامون رو که پاک شده، شسته شده و تمیزن رو به این مخلوطمون اضافه میکنیم. وقتی میگوها رو اضافه کردم خوب اونها رو زیر و رو میکنم. حالا 2 قاشق آب لیمو هم داشتیم که اون 2 قاشق آب لیمو رو هم به این موادمون اضافه میکنیم. هدف از این کار اینه که بوی بد میگوها گرفته بشه و تا اندازه مرینت بشه و مزه دار بشه. خب من در این ظرف رو میبندم و به مدت 1 ساعت میذارم توی یخچال تا مواد کاملا به خورده میگوها بره. توی این فرصت که میگوها داخل یخچال هستش، ما بقیه موادمون رو آماده میکنیم. 1 عدد تخم مرغ داشتیم که این تخم مرغ رو داخل یک کاسه میشکنیم. خوب تخم مرغ رو میزنم که زرده و سفیده کاملا با هم مخلوط بشن. سپس ماستمون رو اضافه میکنیم. اگر دوست داشته باشید میتونید به جای ماست از ماء و شعیر یا از آب گازدار استفاده کنید. حالا بیکینگ پودرمون رو اضافه میکنم و یه سری ادویه داشتیم شامل نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و پودر سیر. اونا رو هم یک جا به این مواد اضافه میکنم. یه کمی هم آب زعفرون داشتیم، به اندازه 1 قاشق غذاخوری هم آب زعفرون بهش اضافه میکنم. هم میزنم. و حالا مقداری آرد داشتیم که آردا رو هم به این محلول اضافه میکنیم. خوب همه مواد رو با هم مخلوط میکنم. موادتون رقیق بود میتونید یه مقداری دیگه بهش آرد اضافه کنید، ولی اگر دیدید که موادتون غلیظه به اندازه 2 قاشق غذاخوری بهش آب اضافه کنید. خب غلظت موادمون در همین حدی که هست خوبه. اگر دقت کنید غلظت شبیه به سس مایونز شده.
بعضی ها دوست دارن توی این مخلوط یه مقدار کمی پنیر پارمیزان بریزن. شما هم اگر دوست داشته باشید میتونید اضافه کنید. منتها پنیرتون بایسته بسیار ریز باشه. خب عزیزان، بعد از یک ساعت میگوها رو از یخچال بیرون میاریم، اونها رو از آب پیاز جدا میکنیم و به مخلوطی که آماده کرده بودیم اضافه میکنیم. حالا اونا رو با این مواد خوب مخلوط میکنم. سپس روش رو با یه سلفون میپوشونم و دو مرتبه به مدت 2 ساعت داخل یخچال میذارم. عزیزان، این مواد الان به مدت 2 ساعت میره داخل یخچال و بعد میاریمش و توی روغن داغ و فراوان سرخش میکنیم. خب عزیزان، تا میگوهامون داره آماده میشه ما سس میگوهامون رو آماده کنیم. 4 قاشق غذاخوری سس کچاپ، 4 قاشق غذاخوری سس مایونز، 1 قاشق غذاخوری سس تند، 1/5 لیوان آب، 1 قاشق چایخوری شکر، 1 قاشق چایخوری نمک، 1/2 قاشق چایخوری فلفل قرمز و 1/2 قاشق چایخوری پودر سیر. خب ابتدا به سس کچاپمون سس مایونزمون رو اضافه میکنیم. همچنین 1 قاشق غذاخوری سس تون داشتیم، 1 کمی شکر، نمک، فلفل قرمز و پودر سیرمون رو هم اضافه میکنیم و همینطور 1 کمی هم آب داشتیم. حالا همه مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. پس از اینکه خوب هم زدید، حالا اونو مزه کنید ببینید اگر مزهشو دوست دارید اوکی هستید باهاش، بذارید داخل یخچال و اگر که دوست داشتید میتونید نمک یا فلفلشو بسته به ذائقه خودتون بیشتر کنید. خب این سس میره داخل یخچال تا میگوها آماده بشن. بعد از 2 ساعت میگوهامونو از داخل یخچال میاریم بیرون. حالا توی ماهیتابه مقدار زیادی روغن میریزیم. همچنین برای اینکه طعم بهتری پیدا کنه یه تیکه کره داشتم که اون کره هم به این روغنا اضافه میکنم تا طعم میگوها بهتر بشه. حالا گاز رو روشن میکنم، میذارم تا روغن و کره کاملا گرم بشه. حالا یکی یکی میگوها رو همراه با محتویاتی که داخلش بوده در میارم و توی روغن قرار میدم تا سرخ بشه. حرارت گاز بایستی ملایم بشه تا کاملا پخته بشه. پس از اینکه یک طرف میگوها سرخ شد، اونها رو برگردون بکنیم تا طرف دیگر شدم سرخ بشه. اونا رو کنار ماهی تابه جمع میکنم تا از روغنشون جدا بشه و بعد به ظرف سرومون منتقل میکنم. حالا قارچه ای رو که داشتم به صورت ضخیم اسلایس میکنم و تو همین موادی که میگوها رو قلتونده بودم میریزم و قارچه رو با این مواد خوب مخلوط میکنم. سپس تو روغن داغ این قارچه رو هم سرخش میکنم. منتظر میمونم تا قارچه‌مون هم سرخ بشه، از داخل ماهیتابه درش میارم
حالا یک عدد کدوی سبز داشتم که اونو اسلایس کرده بودم، میریزم تو باقی مانده مواد، باز با این مواد خوب مخلوطش میکنم و اینا رو هم سرخش میکنم و به عنوان دوچین توی غذامون ازش استفاده میکنیم. وقتی یک طرف کدوها هم سرخ شد اونها رو برگردون میکنیم تا طرف دیگر شون هم سرخ بشه. خب کدوها هم آماده است، اینها هم میره به عنوان دوچین کنار غذامون. عزیزان همراه من، میگوهای پفکی ما آماده شده. همونطور که ملاحظه میکنید اینا میگوها هستن، در کنارش من یه مقداری کدو سرخ کردم و این طرفش هم قارچای پفکیمون هستش که کنارش قرار دادم. اینم سوسی که خدمتتون آموزش دادم. این غذا بسیار بسیار خوشمزه و لذیذه. این غذا میتونه به عنوان ناهار یا شام استفاده بشه و یا به عنوان یک پیش غذا برای بعضی از مهمونی ها استفاده بشه. امیدوارم که شما هم این غذای خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزانتون میل کنید و لذت ببرید. اگر از آموزش امروز ما راضی بودید حتما لایک کنید، کامنت بذارید و فیلمشو برای دوستانتون هم شیر کنید و اگر تا کنون ما رو سابسکرایب نداشتید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید، زنگوله کنارش رو هم همینطور، تا از آموزش‌های جدید ما در آینده در اسرع وقت مطلع بشید. تا یه آموزش دیگه، همگی شما را به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.